درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور رو خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه بار دیگر خواستار اعلام فوری نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد. سازمان عفو بین الملل از انتقال آهو دریایی مشهور به دختر علوم تحقیقات به یک بیمارستان روانی انتقاد کرد. قوه قضاییه ادعا کرد که جمشید شارمهد پیش از اعدام در زندان سکته کرده است. سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران برای اجرای حکم زندان احضار شد. یک دختر نوجوان در شهر ری بعد از برخورد مسئولان مدرسه با او و تهدید به اخراج از دبیرستان خودکشی کرد. قوه قضاییه از بررسی تقاضای عفو نیلوفر حامدی و الهی محمدی خبر داد. و قوه قضاییه خبر داد که برای 3 تن در پرونده ترور محسن فخری زاده حکم اعدام صادر کرده است. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز شنبه 5 نوامبر 2024 میلادی برابر است با 15 آبان ماه سال 1403 خورشیدی. رای گیری در ایالت های شرقی آمریکا مانند نیویورک، نیوجرسی، کانادیکت، مین، ورجینیا، کنتاکی و اندیانا از ساعت 6 بامداد به وقت محلی آغاز شد. حوزه های رای گیری ساعت به ساعت از شرق به سوی غرب آمریکا باز می شوند و گزارش ها حاکی است که رای دهندگان سحرخیز از نخستین ساعت بامداد به پای صندوق های رای رفتند. آلاسکا و هاوایی آخرین ایالت هایی هستند که به دلیل تفاوت ساعت حوزه های رای گیری کار خود را آغاز می کنند. به گزارش CNN اکثر ایالت هایی که رای آنها تعیین کننده محسوب می شود در روز انتخابات بارندگی دارند. بیشترین میزان بارندگی برای ایالت ویسکانسین پیش بینی شده که یکی از 7 ایالت چرخشی آمریکا برای انتخابات است. در برخی نقاط مانند شرق تگزاس و مرز ایالت‌های میسوری و ایلینوی هم وقوع سیل پیش بینی شده، اما بارندگی آهسته به سوی شرق آمریکا در حرکت است. برخی مقامات محلی در ایالت‌های مانند ویسکانسین و میشیگان گفتند که در انتخابات محلی پیشین بارندگی ظاهراً میزان مشارکت را کم کرد. 244 میلیون آمریکایی در این دوره واجد رای دادن محسوب می شوند که 82 میلیون تن از آنها پیشاپیش به صورت پستی رای دادند. در حالی که رای گیری در ایالت‌های شرقی آغاز شده، ادعاهایی در خصوص احتمال تقلب، کسانی که واجد شرایط هستند یا نه، مشکلات لوجستیکی مربوط به حوزه ها، از صف‌های طولانی گرفته تا عملکرد رای گیری و شمارش آرا به موضوعاتی برای طرح ادعاهای بسیاری در این کشور تبدیل شده است. مقامات انتخاباتی آمریکا به ویژه در ایالات چرخشی متحد شدند که از آرا به درستی صیانت کنند و از مردم خواستند که به تئوری‌های توطئه بی‌اعتنا باشند. از سوی دیگر نامزد حزب جمهوری خواه و رئیس جمهور پیشین ایالات متحده بار دیگر خواستار اعلام فوری نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد. دونالد ترامپ 78 ساله در آخرین تجمع انتخاباتی خود در گراند رپیدز ایالات میشیگان تاکید کرد که ما نتیجه را همین امشب می‌خواهیم. او در روزهای اخیر بار دیگر اشاراتی مبنی بر احتمال تقلب انتخاباتی داشته است. در خبری دیگر، اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI میگوید که ویدیوی منسوب به این سازمان که به لزوم عدم حضور شهروندان در مراکز رأی‌گیری به علت تهدیدات تروریستی اشاره دارد، ساختگی است. یک کلیپ خبری که ادعا می‌شود از طرف FBI ارسال شده، به رأی دهندگان هشدار داده که باید از راه دور رأی بدهند، زیرا در مراکز رأی‌گیری تهدیدات تروریستی زیادی وجود دارد. اداره تحقیقات فدرال آمریکا با رد این ویدیو گفته است که محتوای آن بازتاب دهنده نگرانی این نهاد از امنیت مراکز رای‌دهی نیست. FBI همچنین یک بیانیه منتسب به این نهاد را که مدعی تبانی مدیریت زندان‌ها در چندین ایالت کلیدی با یکی از احزاب سیاسی در رأی‌گیری از زندانیان شده را ساختگی خواند و رد کرد.
سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه 15 آبان ماه از انتقال آهو دریایی مشهور به دختر علوم تحقیقات به یک بیمارستان روانی انتقاد کرد. این سازمان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس گزارش های رسانه های حکومتی ایران در مورد انتقال این دانشجو به بیمارستان روانی را بسیار نگران کننده توصیف کرد. تا کنون محل نگهداری این دانشجو اعلام نشده است. در این ارتباط فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان روز سه‌شنبه تنها گفت که او به مراکزی برای درمان منتقل شده است. بی‌خبری از وضعیت این دانشجو نگرانی گسترده‌ای را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران و خارج از ایران به دنبال داشته است. آنها با اشاره به موارد گذشته در سالیان اخیر از تحت فشار قرار گرفتن او برای اعترافات اجباری ابراز نگرانی کردند. عفو بین‌الملل در بیانیه خود میگوید که پیشتر مواردی را مستند کرده که چگونه مقامات حکومت ایران سرپیچی از حجاب اجباری را با اختلالات روانی که نیاز به درمان دارند یکسان می‌دانند. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه صبح امروز شنبه 15 آبان ماه درباره اعدام جمشید شارمهد شهروند ایرانی آلمانی در زندان گفت: جمشید شارمهد پیش از اجرای حکم اعدام دچار سکته شد و جان باخت. ساعتی بعد از آن رسانه‌های حکومتی با حذف علت مرگ نوشتند که شارمهد پیش از اعدام فوت کرد. قوه قضاییه پیش از این در اطلاعیه‌ای درباره شارمهد نوشت که او روز 7 آبان ماه به سزای اعمالش رسید. تمامی رسانه‌های حکومتی در جمهوری اسلامی بعد از انتشار این اطلاعیه از اعدام جمشید شارمهد خبر دادند. غزاله شارمهد دختر او گفت که قوه قضاییه اعلام نکرده که پدرش اعدام شده است. او گفت مقامات عالی رتبه آلمان به او اطلاع دادند که جمهوری اسلامی به آنها گفته که جمشید شارمهد مرده است. این مقامات هیچ توضیحی درباره علت مرگ این زندانی سیاسی ارائه نکردند. استفاده از عبارت به سزای اعمالش رسید در بسیاری از رسانه‌ها به عنوان اعلام خبر اعدام شارمهد تلقی شد. غزاله شارمهد با بیان اینکه در اغلب گزارش‌های رسانه‌های حکومتی در ایران هم ننوشتند که پدرش اعدام شده، تاکید کرد که اصلاً معلوم نیست پیکر پدرم کجاست. آیا کسی پیکر او را دیده؟ ما سندی ندیده‌ایم. دولت‌های آلمان و آمریکا هم هیچ سند و مدرکی که نشان بدهد پدرم زنده نیست ندیده‌اند و دولت آلمان صرفاً به این دلیل که حکومت تروریستی جمهوری اسلامی گفته است که پدرم مرد حرف آنها را پذیرفته است. یک دختر نوجوان در شهر ری بعد از برخورد مسئولان مدرسه با او و تهدید به اخراج از دبیرستان خودکشی کرد. پدر او میگوید که از مسئولان و مدیر مدرسه شکایت کرده است. منابع خبری هویت این دختر دانش آموز را آرزو خاوری 16 ساله و دانش آموز کلاس 9 اعلام کردند. پدر این دانش آموز جان باخته در روایتی که امروز دوشنبه 15 آبان ماه در خبرگزاری رکنا منتشر شده گفت که دخترش آرزو روز شنبه به اردوی مدرسه رفته بود و از مدرسه زنگ زدن که می دانید دخترتان چه کار کرده، به جای شلوار فرم شلوار لی پوشیده و نیم ساعت بعد مدیر مدرسه مجددن تماس گرفت و گفت که آرزو ساعت 4 بعد از ظهر بدون هماهنگی از مدرسه خارج شده و از او خبری نداریم. پدر این دانش آموز با بیان اینکه مسئولان مدرسه یک ساعت بعد در تماس بعدی از خانواده خواستند که خود را به بیمارستان برسانند، افزود که به بیمارستان رفتم و با جسد دخترم روبرو شدم. خبری با اعلام اینکه دخترش آرزو بعد از سقوط ساختمانی که خانه دوستش در آنجا بوده جان باخته، به تاکید کرد که در کلانتری شهر ری از مسئولان مدرسه شکایت کردیم، از مدیر مدرسه شکایت کردیم. این اولین بار نبود که با دخترم بدرفتاری میکردن. سال گذشته هم به بهانه‌هایی مانند اینکه چرا دوست و رفیق زیاد داری یا چرا کمی از موهایش بیرون میزند قصد داشتن که ثبت نامش نکنند. روایت‌های دیگری هم از برخورد مقامات مدرسه با آرزو خاوری در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است. برخی منابع تهدید این دختر نوجوان توسط مسئولان مدرسه را به دلیل رقص بدون مقنعه اعلام کردند.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت که تحقیقات مربوط به حادثه معدن طبس همچنان در جریان است و بر اساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری 5 تن به عنوان مقصرین حادثه شناسایی شدند و میزان تقصیر هر یک مشخص شده است. به گفته اصغر جهانگیر، دادگستری اقداماتی کلیدی از جمله حضور 24 ساعته در محل حادثه، انجام تحقیقات میدانی، جمع‌آوری ادله و مصاحبه با شهود را انجام داده است. علاوه بر این، مسئولان و مظنونان مرتبط با حادثه شناسایی و ممنوع خروج شدند و دستور پلمپ محل انفجار تا زمان ایمنسازی آن صادر و اجرا شده است. این ادعای سخنگوی قوه قضاییه در حالی مطرح شده که خبرگزاری حکومتی ایلنا روز جمعه از فعالیت معدن معدنجو در طبس در استان خراسان جنوبی بدون امکانات لازم برای ایمنی محل کار خبر داد و نوشته بود که کارگران همچنان بدون امکانات ایمنی مشغول کار هستند. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. آیا از شما کلاهبرداری شده؟ نگران نباشید. جعل اسناد، جعل وکالتنامه، جعل قراردادها و حتی جعل وصیت‌نامه و غیره را ما قانوناً به نفع شما پیگیری خواهیم کرد. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ادعا کرد که نیلوفر حامدی و الهه محمدی اول آبان ماه امسال تقاضای عفو کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، اصغر جهانگیر گفت این دو خبرنگار در نامه‌ای درخواست عفو و مساعدت داشتند و در این نامه متعهد شدند که اقدامی خلاف قانون و مقررات کشور انجام ندهند. همچنین متعهد شدند که به تعهدات کتبی و اخلاقی پایبند باشند. سخنگوی قوه قضاییه در نشست مطبوعاتی امروز در این مورد گفت با توجه به اینکه این دو بخشی از حبس را گذرانده‌اند، رئیس قوه قضاییه دستور داد که نامه آنها برای بررسی و طی مراحل قانونی به کمیسیون عفو ارجاع شود. وی افزود که اکنون این نامه به کمیسیون عفو در دادگستری استان تهران ارسال شده و بعد از بررسی نتیجه آن اعلام خواهد شد. سپاه پاسداران از بازداشت 10 تن دیگر از عوامل حمله مسلحانه تفتان که منجر به کشته شدن 10 تن از اعضای نیروی انتظامی شد خبر داد. قرارگاه قدس جنوب شرق سپاه در روزهای گذشته در بیانیه اعلام کرده بود که 4 تن از این افراد را بازداشت کرده و بر اثر درگیری نیروهای انتظامی با این گروه 4 تن کشته و عده‌ای زخمی و فراری شدند. احمد شفایی، جانشین قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، امروز شنبه 15 آبان ماه هم گفت که در مجموع از هفته گذشته تا کنون در قالب رزمایش حافظان امنیت در جنوب سیستان و بلوچستان 14 تن از تروریست‌ها دستگیر و 8 تن هم کشته شدند. به تأکید کرد که عناصر اصلی حمله مسلحانه تفتان که منجر به کشته شدن 10 تن از اعضای نیروی انتظامی شد جزو بازداشت شدگان هستند. شفایی در این حال از کشف و ضبط مقادیر قابل توجهی از سلاح و مهمات از جمله سلاح‌های آمریکایی از این افراد خبر داده است.
سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی از صدور حکم اعدام در دادگاه بدوی برای افرادی که آنها را عوامل تأمین تجهیزات ترور محسن فخری‌زاده ملقب به پدر برنامه هسته‌ای ایران نامیده خبر داد. اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در نشست خبری با خبرنگاران بازداشت شدگان را سه جاسوس اسرائیل معرفی کرد. به گفته او این سه تن در استان آذربایجان غربی در پوشش قاچاق مشروبات الکلی اقدام به انتقال تجهیزات ترور فخری‌زاده کرده بودند. جهانگیر در این حال گفت که پرونده این افراد که سه تن از میان 8 بازداشت شده در استان آذربایجان غربی هستند در مرحله فرجام خواهی قرار دارد. به گفته سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی در خصوص سایر متهمین هم پرونده مفتوح است. اعلام این خبر در حالی است که تنش لفظی و نظامی بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل به اوج خود رسیده و در این حال حدود 4 سال از کشته شدن محسن فخری‌زاده می‌گذرد. در پی انتشار اظهار نظری از رئیس جمهوری اوکراین درباره ارسال موشک از ایران به روسیه، وزیر خارجه جمهوری اسلامی از اتحادیه اروپا خواست اشتباه خود در تحریم خطوط هوایی ایران را به شکل فوری جبران کند. عباس راخچی روز سه‌شنبه 15 آبان ماه با انتشار پیامی در شبکه ایکس مدعی شد که اعمال تحریم توسط اروپا بر اساس این ادعای نادرست و بی اساس که ایران موشک‌های بالستیک برای استفاده در اوکراین به روسیه تحویل داده انجام شد. اتحادیه اروپا 23 مهر ماه سه شرکت هواپیمایی ایرانی شامل ایران ایر، ماهان ایر و ساها ایرلاینز را به خاطر مشارکت آنها در انتقال موشک، پهپاد و سایر تسلیحات از ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین تحریم کرد. روسیه توانست با یک موشک سایوز، کوسر و هدهد دو ماهواره ایرانی را با موفقیت به فضا پرتاب کند. ماهواره کوسر به تصویر برداری ببخشید با وضوح بالا خواهد پرداخت و هدهد یک ماهواره کوچک ارتباطی است. این دو ماهواره نخستین تلاش بخش خصوصی فضای ایران در این حوزه به شمار می آید. کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو با تاکید بر خصوصی بودن سازندگان این دو ماهواره در حساب ایکس خود نوشته بود که این دو ماهواره توسط جوانان نخبه ایرانی شرکت دانش بنیان امید فضا طراحی و ساخته شده و با حمایت‌های معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، سازمان فضای ایران و سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه آماده پرتاب شدند. روسیه پیشتر هم در ماه فوریه ماهواره تحقیقاتی ایرانی پارس یک را به فضا پرتاب کرده بود. اعتراضات معیشتی در ایران امروز شنبه با اعتصاب پرستاران در شیراز و یزد، تجمع کارگران مجتمع نفت و گاز پارس جنوبی برای 14 هفته، تجمع بازنشستگان در کرمانشاه و اعتراض نیروهای شرکتی اداره راهداری در ایلام ادامه یافت. بنا به گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی در روز سه‌شنبه 15 آبان ماه، پرستاران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حرکت اعتراضی روپوش‌های خود را بر دیواره نرده‌ای ساختمان آویختند و روی آن پلاکارد‌هایی از مطالبات خود نصب کردند. تشدید مشکلات و معضلات پرستاران در مرداد سال جاری منجر به شکل‌گیری یک دوره اعتصاب سراسری پیوسته و دنباله‌دار شد که در آن صدها پرستار و کادر درمانی بیمارستان‌های دولتی با تاکید بر تحقق مطالبات صنفی و معیشتی خود اعتراضات و اعتصابات خود را دست کم در 16 استان ایران آغاز کرده و تا شهریور ماه ادامه دادند. رامین سفرنیا وکیل محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد که موکلش برای اجرای حکم زندان به اداره اجرای احکام در شهرستان شهریار احضار شده است. به در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که موکلش برای اجرای حکم 6 ماه و 1 روز حبس که در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهریار صادر و در شعبه 36 تجدید نظر قطعی شده به شعبه اول اجرای احکام شهریار احضار شد تا این حکم اجرا شود. حبیبی هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که هفته آینده برای اجرای حکم پیرامون اعتراض به مسمومیت‌های سریالی در مدارس به زندان خواهم رفت.
در این ارتباط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نوشت که محمد حبیبی در حالی به زندان می‌رود که عاملان و آمران مسمومیت‌های سریالی هرگز معرفی نشدند. بنابراین بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. هیدریا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا. از زمان تصادف و صدمات بدنی، از ابتدا تا پایان پرونده، حتی تا ترایل و دادگاه با شماست. هیدریا با بهره‌گیری از تیم گسترده حقوقی و با همکاری بیش از 10 وکیل برتر در کالیفرنیا و نوادا. در هیدریا پرونده شما برای ترایل و لیدیگیشن به دفاتر دیگر سپرده نمی شود. 818-818-0707 heydarilaw.com. West Side Medical Pharmacy در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه West Side Medical به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. خبرها را دنبال می‌کنیم. آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک آنروا اعلام کرد که وضعیت انسانی در غزه به وضعیت بحرانی رسیده و روزانه تنها 30 کامیون حاوی کمک‌های مورد نیاز وارد این منطقه تحت محاصره می‌شود که معادل فقط 6% از سطح عرضه در دوران قبل از جنگ است. این کاهش قابل توجه کمک ها باعث شده تا بیش از 2 میلیون تن از کمبود شدید نیازهای اساسی رنج ببرند. وفا خبرگزاری فلسطینی تصاویری از کودکان اردوگاه آوارگان الزبایده در غزه را که برای غذا در صف ایستاده بودند ضبط کرد. داده های اخیر مقامات بهداشتی فلسطینی نشان می دهد که از آغاز جنگ اسرائیل و حماس در 7 اکتبر 2023 دست کم 43341 تن جان خود را از دست دادند و بیش از 101500 تن در غزه زخمی شدند. هزاران تن روز شنبه 2 نوامبر در جریان راهپیمایی دگرباشان جنسی در شهر بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین به قوانین تبعیض‌آمیز خاویر میلی رئیس جمهوری این کشور اعتراض کردند که دارای دیدگاه‌های راست افراطی است. شرکت کنندگان در این راهپیمایی در حالی به سمت ساختمان کنگره آرژانتین حرکت می‌کردند که پلاکارد‌هایی با این مضمون در دست داشتند: جایی که سرکوب و ریاضت باشد آزادی وجود ندارد. کمیته سازماندهی این برنامه که متشکل از 60 سازمان مدافع دگرباشان جنسی است هم در بیانیه‌ای خواستار تصویب یک قانون فراگیر برای دگرباشان جنسی و یک قانون ضد تبعیض شد. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.